مامان من اینو خالی کردم دیگه، با هم کاری نداری؟ نه قربونت برم، دستت درد نکنه. من میرم بخوابم. برو مادر. مامان این رضایت‌نامه اردوی فردای مدرسه منو امضا میکنی؟ خب برو بده بابات امضا کنه. خوبم خوابیده. خوابید؟ آره. پس من این قضیه رو دارم برای کی گرم میکنم؟ بده خودم. این 30,000 تومنش چی؟ خودم بهت میدم. یه مادر. شب بخیر. شبت بخیر. نوید. بله. بیا ماما. بیا مادر، اینها رو گذاشتم برات اونجا بخور. زحمت نکن. آقا مدیر گفت سبک بیاین. مادر چلو گوشت نذاشتم که دوتا دونه کتلته. آه. داری چی کار میکنی؟ ماما من این کلیه وصل پینه رو مدرسه نمیبرم. مامان جان ببین چه قشنگ دوختم برات، اصلا معلوم نیست. مامان میخوای دوباره جر بخور آبرو حیثیتم جلو دوستان بره؟ نه ترس، پاره نمیشه. 3 ساله دارم این کوله رو به خودم میبرم مدرسه. یه دونه نوشو برام بخری، محل ندادین که. الان با وضعیت دلار و قیمت طلا اینا حتما توان مالی بابا بهش اجازه ریسک نمیده که برام کوله بخره. چی میخواد؟ این چیه مادر؟ زشت کولت بهتره. نکن این کارو نوید. مامان درسته با این سرشکستگیه، ولی بازم جیه نمیخوره آبرو حیثیتم جلو دوستان بره. نوید با اون نرو. ای خدا. بابا حرکت کن. صفر بگیر بابا. چشم. صفر بگیر. سلام. سلام عزیزم. صحبت بخیر. صحبت تو هم بخیر. صبحونه خوردی؟ آره من خوردم، قربونت برم. کیه؟ این چی آخه مامان؟ نه تصویرش کار میکنه، نه در رو باز میکنه، نه صدا میاد. به این بابا بگو درستش کنه دیگه. بابا 100 دفعه به بابات گفتم خیر سرش تأسیساتیه دیگه، درست نمیکنه دیگه مادر. اومدم. سلام. سلام. هم میخوام اینجا چی کار میکنم؟ خوبه؟ ممنون. مامانت خوبه؟ بیداره؟ وا. آقای دانش آموزا، کسایی که برگه رضایت‌نامه شونو به دفتر ندادن الان یا تحویل آقای حسام بدن یا آقای زمان. از اون تحویل کن بیا آقا. کنترل کن. انصاری فرماشی که نکاره میم همش آروم برو بالا. آروم برو بسر. این امضای کیه؟ آقا مادرمون. پدرت که در جریانه؟ آقا ما یه خانواده خیلی نمونه ایم، تو همه امور با همدیگه تشکیک مسائل داریم. تکروی و پنهونکاری تو خانواده چالنگری یه واژه بیمنیه. حتی آقا نوید، نخواستم برام از بنیان خانم خانواده سخنرانی کنی یا؟ جواب سوال من یک کلمه است، بله خیر. پس گزینه بله صحیح است. اوله نمک برو بالا. ببین هدف از اردوی امروز حفظ نگهداری از طبیعته. اگه نطقی سخنرانی چیزی آماده کردی همین الان پارپورو کن بریز دور. اصلا دوست ندارم وسط حرفام بپری خلط مپس کنی. روشنه؟ بله آقا کاملا. چه عجب. برو بالا ببینم. آروم برو. آهسته. آخیام. نازی طارمی قریش هم شوخی کنن. آقای طارمی مگه نگفتم بشی؟ بیرانوند عقب. خب این با بیرانوند چه مشکلی داره؟ سلام بچه ها. آیون دقت کنن، خانم روشن رئیس شورای معلمون هستن، براتون صحبت دارن.
بچه یه دقیقه به حرفای من گوش بدین. این اولین همکاری محله و مدرسه در چارچوب طرح قرابت این دو نهاد مهم هستش. از همتون میخوام بعد از امروز یه انشایی درباره خاطراتتون بنویسین و تو مسابقه محله و مدرسه شرکت کنین. به نفرات اول تا سوم هم یک جایزه خیلی خوب تعلق میگیره. اردوی خیلی خوبی داشته باشین. خداحافظ. از دیروز که شما رفتید من همش به فکرتونم. با خودم میگم که آخه من چه عمه‌ایم، آخه چه بزرگتریم که نمیتونم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. که نمیتونم به برادرزاده خودم کمک کنم. همش تو فکر شما. خبری شده عمه خانوم؟ خبری که آره، وگرنه صبح کله سر من اینجا چیکار داده؟ خیر ان شاءالله. خیرش که بعد اونم چه خیری. نکنم بهش باز خواستگار سراغ دارین. شما که میدونین من از چه مردی خوشم میاد. با کارم کنار بیاد، حواسش باشه. بابا من با خواستگاری تو چی کار دارم؟ اون برنج که دیروز بهتون دادم و بیارید تا خیرشو بهتون بگم. ای وای، من نصفشو ریختم تو صد، دو سه پیمونش هم خیس کردم. برنجشو نمیگم که، کیسه‌شو میخوام. کیسه؟ الو، سلام نغمه جان، چطوری؟ چی شده؟ چیزی نشده اردشیر، یه دقیقه گوش بده ببین چی میگیم بابا. ببین اردشیر، اون کیسه برنج که بهتون دادم شمارش تو قرکشی برنده شده. حالا میگن اگه میخوای جایزه رو بگیری باید کیسه رو بیاری. نغمه میگه نوید برده کیسه رو، جلدی بپر برو پیداش کن. مغازه؟ نه اینکه خیلی مشتری داری، مگه نمیخوای بده تو صاف کنی؟ خب عمه جون بیا زنگ بزنیم به خود نوید. وا مادر گوشی ممنوعه تو مدرسه. خب امروز مدرسه نیست، امروز اردوه. اردو؟ راست میگه. ناز انگشتای آروم تو باغم میکنه، میونه جنگلا تاغم میکنه، میونه جنگلا. آره شارژر همراته، من گوشیم داره شارژش تموم میشه، خاموش میشه الان گوشی. آره شارژر دارم. میدی بی زحمت، خدا خیرت بده. شرمنده نمیتونم بدم. با چی؟ آخه میدونی کابل شارژ مثل یه وسیله شخصی، مثل هولو مسواک میمونه. من نمیتونم همینجوری بدم. الان من تو بر بیابون کابل شارژ لازم داشته باشم، گوشیم شارژش تموم شده، کی میخواد بده؟ کجا میری تو الان؟ دارم حرف میزنم ها. بچه‌های من آفرین، خیلی خوبه. بازیافتی‌ها جدا ها. آفرین بچه‌های من. آب باری کل بچه های من، هر کی زبالاشو زودتر جمع کنه یه مثبت پیش من داره. بودید ببینم چیکار میکنید، زود باشید. بچه های من شما همتون عالی و درجه یکی، چون درجه یکی نفری دوتا مثبت بیشتر هم میدم، مثبت بیشتر امتیاز بیشتر. بله چی شد؟ بچه ها شد سه تا. ای چهار تا مثبت میدم من. پنج تا خیرشو ببینید. مثبت من بیشتره. شاگرد من زرنگتره. حالا ببینیم کی بهتره. آقایون اینجام دست از کلکل بر نمیدارین. اینجوری پیش برین، هر چی مثبته دارین میدین، فردا کسی نمره ترمم نمیخواد. آقا هر کاری یه اصولی داره، اگه مثبت مفتیه. اینقدر مثبت بذر بخشش میکنی فردا خانواده ها شاکی میشن. میگم مگه ما سر گنج نشستیم که هر روز جایزه بخریم؟ فردا کمک مرسم نمیکنن و میگم هر چی داریم داریم میدیم جایزه میگیریم. آقای فخرالدینی من دارم بهشون انگیزه میدم، ایشونو نمیدونم. آقا جون حفظ محیط زیست احتیاج به باور داره، احتیاج به روحیه داره. آقای بنکدار ندو، اگه بیافتی دک و دندت بشکنی کی باید جواب اولیت رو بده؟ بعد میگه حرف نزن. من نمیدونم اومدیم اردو آشغال جمع کردن، این کار اسمش چیه؟ گولمالی. به این کار میگن بهره کشی، فریب، وعده های پوشالی اربابان قدرت. چیه آقای چالنگری؟ باز که داری جفسازی میکنی، باز که داری فضا رو مسموم میکنی. این اسمش مسئولیت پذیریه، کمک به محیط زیسته. زمین از شما قدردانی میکنه. آقای زمان جا. بهراد اون طرف افتاده، فکر کنم یه طوری شده. یا خدا بهراد، بهراد. آخه من با این سن و سالم دروغ میگم؟
باشه، ولی قانونتون درست نیست. خیلی خوب، چی میگه این شرکت عمه خانم؟ هیچی، میگه که تا فردا کیسه رو نیارید دوباره مجبورن قرعه کشی کنن. وا، من نمیفهمم این چه قرعه کشیه. بعد یه کیسه بگیری دستت بری اونجا بگی جایزه‌مو بده. چه میتونم؟ میگم بعضی فروشنده ها شمارا رو برداشتن خودشون رفتن تو قرعه کشی شرکت کردن. ما این کارو کردیم که تقلب نکنن. حالا تو به نوید زنگ بزن، تو هم به بابات، مدیر، معلم، چه میدونم. من فکر کنم بتونم شمارا خیامو بگیرم از پروین. آقا، 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 بابایی، ای، آقا، آقا، چه خبرته؟ ببخشید من هی میزدم شما نمیشتیدیم. میگم من اردشیر هستم، اردشیر چالنگری بابای نوید. اردشیرم، اردشیر چالنگ. آقا، خب یه دقیقه اینا رو وردارد تو گوشت، خب بفهمی من دارم چی میگم. میگم من اردشیر چالنگری هستم بابای نوید. همون که حرفای قلم سلمه میزنه؟ آره همون. اینا از طرف مدرسه رفتن اردو. شما میدونین که آدرس اردو کجاست؟ آره دارم. میدونین دست شما درد نکنه. میشه برای من بنویسین بی زحمت آدرسو؟ بدونم برای بنویسین. ممنون از شما. حالا دارین بنویسین؟ آقا این آدرس رو برای من بنویسین. خودکار بردار این آدرس رو برای من بنویس. آقای دستم بفرما، الان دستش چی کسه؟ من جواب پدر مادر اینو چی بدم؟ آقا شما چرا حواست نبود؟ آقا من چه گناهی دارم؟ این بچه پیش من... آقای تو اصلا واسه چی اومدی اینجا؟ آقا ما اومده بودیم پشت این برای این چیزی. خب حالا نمیخواد توضیح بدی؟ چقدر گفتم محل اردو رو یه جای بذار که سرویس بداشی نزدیکش باشه، نتیجهش همین میشه دیگه. چرا به من میگی؟ پس با کیه؟ من تعیین میکنم. خب آقا تقصیر شما نیست، تقصیر زمین بود. مثلا میخواست ازم قدردانی کنه. این الان دفاع بود یا متلک؟ به جای تیکه انداختن برو یه پارچه کهنه چیز پیدا کن، دستش رو صفه بندیم ببرش بیمارستان. برو ببینم فایصد منو نگاه میکنه. آقا جعبه کمک های اولیه نیاوردین؟ نیاوردین؟ خب لاغم ببریمش بیمارستانی دکتری جایی. آره آقا ببریمش بیمارستان. بدبخت شدیم رفت. آقا شما همش فکر خوشبختی بدبختی یا بالاخره تو ببریمش دکتر. نمیشه بچه رو یه گوشه سربنیس کنیم کسی نفهمه. من گفتم سربنیس کنیم، من گفتم خودمون جاش بندازیم بلکه خوب شه. خداش یاد بچه من نبود. آقا شما وقت گیر آوردی، بچه منو بچه شما نداره که، همه بچهای یه مدرسه‌ن. ما مسئولیت داریم. آقا همش تقصیر شما بود. تمام مثبت انداختیم به جون بچه‌ها، بچه‌ها حواسشون پرت شد. اینم عاقبتش. تقصیر من بود، تقصیر توئه. به من چه؟ من دو تا دونه مثبت دادم. من سه تا دونه مثبت دادم. آقا اصلا به اعتماد وضعیت موجود یک دقیقه سکوت به مصدوم برسیم. واجتره. آی آقا اصلا اردو تعطیل. بازی رو جمع کنید بریم. خاله روشن با این کرایه مسخره. آقا بفرمایید. این چی آوردی؟ گندشو در آوردی آقا. بیا با کپسول من ببند. آقا نمیخواد با همه کاریش میکنم من. برو ببین تو بچه بچا چاقو چیزی پیدا میکنی. برو بقا. برو سمت دیگه تو هم بابا. قبض نشده مو برداشته دیگه. نوید بجم. دست درد نکنه پروین جون. نه بابا گفتم که اصلا موضوع خواستگاری نیست. خواستگاری چیه؟ بگو شماره رو بده. چه میدونم هی داره میپرسه. ببین من با نوید یه کار خیلی واجب دارم. بعدا این قضیه رو واسه مفصل و کامل تعریف میکنم. میشه این شماره رو بر من بفرستی؟ آره بر توضیح میدم. باشه خدافظ. چی شد؟ خوبه من شب خواستگاری تو جاده بودم. خواستگاری چیه بابا؟ بگو کیسه برن چی شد؟ آخه عمه جون پروین از کیسه برن چه خبری داره؟ راست میگه بچه. بچه ها یه لحظه بیاین همگی. بچه ها همه جمع شین. آیون جمع کنیم بریم اردو تعطیل. جمع کنیم بریم سواشین. بسه همین که آقای فخر دیری گفت. بفرمایی بچه ها چیز زبالات رو بزن. یه گوشه زبالات رو بزن. آقا از اینجا بیا یه دقیقه اینو بگی. من تو
آقا چه ربطی داره من؟ برو سوار شو. برو سوار شو. اینو از این سمت. برو ببینم. بله بله الو. سلام خانم چلنگری. خوبین شو؟ آقا خواهرمونه. میشه باش صحبت کنیم؟ بله خواهرتون. یه لحظه اجازه بدیم. آقا نه آقا بابا کار داره. اجازه بدیم. بله پروین جان گفتن. مبارکه. متاسفانه یه نفر علیه من جفسازی کرد. من منظور بدی نداشتم خانم چلنگری. حقیقتش قضیه اینه که ببینید من به پروینم گفتم احترام شما واجبه. کیسه رو بگو دیگه. ببینید کیسه های ما اصلا به درد هم نمیخوره. یعنی ببخشید منظورم اینه که ما به درد هم دیگه نمیخوریم. اصلا شغل من یه شغل پرخطره. همش باید سر کار باشم. نه اصلا بحث من این چیزایی که شما میگید نیستش. برای من اصلا خیلی شغلم مهمه. عاشق کارمم. بله خب من که خودم کار میکنم. تدریس خصوصی هم دارم. کلاس کنکورم درس میدم. دیگه واقعا فکر میکنم نیازی نباشه شما به خودتون زحمت بدین. بحث من اصلا درآمد نیست. ایشالله چند جای دیگه هم درس بدین. چی داره میگه؟ بگو گوشی رو بده نوید. ببینید من زنگ نزدم که راجع به خودمون و مسئله خواستگاری و اینا حرف بزنیم. چی؟ یعنی اصلا راجع به اون موضوع زنگ نزدی؟ بله. یه لحظه گوشی من گوشی بدم آقا نوید. گوشی خدمت. خواهرت. من که گفتم از اول با من کار داره. الو سلام نوا. نوید خوب گوش کن ببین دارم بهت چی میگم. اون کیسه ای که صبح بردیش اردو. اون خیلی قیمتیه. مراقبش باشی یا؟ بده من. نوید جان. از اون کیسه مثل دوتا چشت مراقبت میکنی یا اون اندازه یه ماشین شاسی بلند قیمت داره تو قرعه کشی برنده شده منتها گفتن کیسه رو بعد ببریم همین الان برگرد خونه با کیسه بگو اونجا آژانس برات بگیرم پولشو خودم میدم الو چی؟ الو عمه نوا آقا نوا خانم با من کار داره؟ الو خانم چلنگری الو منو سر کار گذاشتی؟ خب آقا شما فرصت ندارین که من بگم شارژ تموم شده. شارژ تموم شد؟ خیلی خب برو وسایلتو جمع کن بریم دیگه بچه‌ها دارن میرن. نوید؟ اتفاقی افتاده؟ نمیدونم آقا افتاده یا نیفتاده. میگه خاموشه خدا کنه بچه‌م حالا شنیده باشه من مطمئنم نشنیده از بس که این معلم سمج حرف زد حالا تو چرا جوابشو میدادی؟ بابا گفتم احترام گذاشته باشم زشت نیست زشت بود دیگه حالا احترام مهمتره یا ماشین شاسی بلنده؟ خب چه میدونست قرار قطع کنه؟ ای همه سوار شدن برو بالا نوید جان آقا ببخشید ما پیر کردیم ما شرمنده آی دستم آی من چلنگری دنبال وی آی پی میگردی؟ خب بگی بشین اینجا دیگه آقا لطفا حرکت کنی
شماره تو چنده؟ واسه چی آقا؟ به خاطر اینکه میخوام زنگ بزنم خانواده‌ات. نه آقا، تو رو خدا زنگ نزنید. ما حالمون خوبه. تو الان حالت خوبه؟ نه آقا، بذار ببینمش بیمارستان شاید یکم زرد دیده باشه. نه آقا، زنگ نزنید، خانواده‌اش به وحشت میافتن. آقا فکر این اردو فکر کی بود؟ ایشون. فکر من بود. بله فکر شما بود. من گفتم بریم اردو. بله. من گفتم بیا بابا میگم آقا من به اردو میخوام بدم. آقای فخرالدینی جسارتاً این پیشنهاد خود شما بود خانم روشن؟ من آخه کجا دارین میرین الان؟ تلفنی نمیشه. من خودم بعد مستقیم برم شرکت برنج ببینم میتونم راضیشون کنم. آخه عمه جون بدون سند و مدرک خب صبر کنیم نوید کیسه برنجو میاره دیگه. آره اون بچه که من میشناسم خودشو جا نذاره خیلیه. وا عمه خانم بچه من کی بی مسئولیت بوده؟ راست میگه دیگه مامانم. بعدش هم که صبر کنین من لباس بپوشم حاضرشم باهاتون بیام. آره برو مادر برو. دوستان و همسایگان محترم توجه کنید دیوونمون کردین. من چی بنویسم اینجا تکلیف معلوم شه؟ آقا به دوستان چه ربطی داره؟ همسایه چی میتونه بگه؟ من باید بگم چی بنویس؟ آقای خلیلی اسم مجتمع آوری مجتمع است. باید با مسما باشه. مرد حسابی مگه اسم قبلی بی آبرو بود؟ اه نه عزیز من. منتها بعد راز پشت اون اسم دیگه به این وجه قبلی رو نداره. راست کدومه صفا؟ تو دیگه چرا؟ اه سروش جان این کار نکن دیگه. همه که میدونن که دیگه. اینجوری بگو که اونم که نمیفهمن بفهمن. بابا من که نمیخوام جار بزنم که، دارم به تو میگم. اصلا نمیدونم شما برای چی واسادید اینجا. برین به زندگیتون برسید با همه تونم. برین بالاخره ما همساییم. میبینی همه خانم میبینی؟ میبینی یه فیدون ماربو چه آتیشی انداخت تو زندگی من؟ این انداخت یا خودت با اون پنهون کارید؟ اون وقت که اسم عشق از دست رفته تو رو خونه عشق و امیدت میذاشتی بعد فکر اینجاش هم میکردی. نگین نگین حالا سنگین و رنگین وایسا. چرا جا زدی؟ همه خانم این چه حرفی خمیزنی؟ تو قدید نباشه. چشم آفرین همه خانم. رنگین سنگین قربون کلامت همه. آقا تکلیف ما روشن کن. دیوونمون کردین. کار دارم من میخوام برم. روشن قربونت برم. روشن یه ره بذار اولت میشه رنگین. رنگین مبارکه. اتفاقا رنگین خیلی بهتر. آقا بهتر نیست بریم تحویل پدر مادرش بدیم اونا تصمیم بگیرن کجا ببرن؟ ببریمش بیمارستان ان شاءالله چیزی نباشه بهتره. یا اینکه بچه رو دست آویزون برای خونه تحویل بدیم؟ به نظر من دست آویزون ببرین تحویل بدیم خیلی بهتره. بالاخره تحویل دادیم. آقا شما از یه نفر ماشینشو به امانت میگیری میری میزنی به در دیوار. اول ماشینو میبری صافکاری یا میری میگی زدم دخل ماشینی تو آوردم؟ اتفاقا من همین کارو کردم. یه ماشین از پسر دایم گرفتم یه مقدار یه خط اینجوری افتاد کنار ماشین. با هم رفتیم صافکاری نشون به اون نشون 10 سال با هم صحبت نکردیم حتی خط پدرم نیومد. آیه امام منش چی میگی؟ این آدم نه ماشین، یعنی ترکیبی از عاطفه و احساسات و شور و نشاط. باز این تبل لطیفه خیام گل کرد. الان یکی دیوان برای ما رو کنه. تماش کن خیام بس کن. بابا ول نمیکنی؟ نمی دست شکسته. اصلا یه کاری میکنیم بچه رو میاریم بیمارستان همزمان به خانواده‌اش هم زنگ میزنیم. آره فکر خوبی. چرا نگران میشن؟ مامانم قلبش ضعیفه. خب آخرش که چیه؟ چی؟ کیسه؟ فقط میوه بود و کتلت. آره یه دقیقه صبر کن. بیمارستان شما بچه ها رو بریم مدرسه. بابا یه دقیقه صبر کن. بابا درمانگاه شمال روزی افق همونی که وسط جنگ گله. بده من. آقا مگه من نگفتم آوردن تلفن همراه طبق آیین نامه انضباطی تو مدرسه قدغنه؟ بله بله آقا. بله آقا من هم طبق همون آیین نامه عمل کردم. با توجه به اینکه داخل اون قید نشده بود همچنین در اردوها منم مبادرت به حملش کردم. الان میخواست آیین نامه میراث بگیری؟
قابل توجه که این ساعت هم جزء ساعت مدرسه محسوب میشه. بعد ببینم تو گوشی همراهته چرا جواب خانواده‌تو نمیدی که به من زنگ بزنه. به به مبارک به سلامتی. خانم لفتاد قرار یه وسایلی سر بگیره. چه وسایلی؟ نگو این بوده به خاطر همینا مثبته میدادی بهش. نه چی میگی ایمان؟ من مثبته بینشون گنگور بود. چی نه اصلا از این خبرو نیست. در واقع اینه که حالا نمیخواد مسائل خانوادگی رو مسد مطرح کنی. به کسی ربطی نداره که کجا میره کجا میاد. بله آقا. بله آقا. آقا بحثو تموم کنی. اون تعداد معدودی که گوشی تلفن همراه آوردن بیان بگن. وگرنه اگر جیبارو بگردم هر چی مثبت مفتی معلماتون بذل و بخشش کردن همه رو برمیگردونم. حالا کی گوشی تلفن همراه آورده؟ به دستتون درد نکنه. خوبه یکی راپورتمون رو نایده باشه. خبر رفت. من آقای زمان میریم بیمارستان، شما بچه‌ها رو ببریم مدرسه. آقا من برای چی؟ شاگردته، مسئولیت قبول کن. مثبت میدی، مسئولیتم قبول کن. آخ چیکار کنم؟ باید دیگه هم کنم. نیست، سرم میگه دکتر نگاه بکنه، مشکلی نداری. خوبه، هنو باید دست ببندن، این دیگه لازمت نیست. چیکار باید دست بچه داری؟ ولش کن، به اون پارچه چیکار داری؟ برو بشین اونجا، بذار دستشو ببندن بعدن. ببخشید. آقای فخرالدین بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه. میشه جا اینقدر رو دست بچه زوم کردیم از پاش غافل شدیم، ساق پاش بد جوری زخم زدیم. ای بابا آقا نگران نباشین. خوبم، ممنونم آقا. میشه جا دست درد نکنه. به تو نرسی؟ نه اشکال نداره. کار تو بود؟ نه آقا، من که کنار خودتون بودم، خودش افتاد پایین. اینو نمیگم. یه دقیقه بیا. راپورت تلفن هم میده در اینجا. درباره خواهرت. یادم اون روز سر کلاس من تنها بودم، بعدش تو اومدی فالگوش وایساده بودی؟ نه آقا، ما یه خانواده اخلاق گراییم. استراق سم یه حرکت زشت و بدور از اخلاقه. مهم نیست. پس میدونی که ما اون شب برای چی اومده بودیم خونتون؟ بله آقا، نسلامتی بچه که نیستیم، نوجوونیم. ولی آقا بهمون حق بدین، جدا از رابطه معلم و شاگردی، در مقام برادر خواهان نگران آینده خواهرمون باشیم و روش تعصب داشته باشیم. پس تو زیرا به من رو زدی پیش خواهرت. ببین من اصلا منظور بدی از اون حرف نداشتم، فکر کنم سوء تفاهم شده. ولی منظور تو اصلا از نگرانی نمیفهمم بچه جون. مگه من آدم بیکار و علافی هستم که بخوام آینده خواهرت رو خراب کنم؟ آقا منظور داشتین یا نداشتین، بالاخره به شغل آبجی من که خواهرتونم همون انجام میده توهین کردین، که البته با احترام کامل. پس حدسم درست بود. کار خوبی نکردی زیرا به من رو زدی. البته منم آدمی نیستم که بخوام این دوتا رابطه رو با هم قاطی کنم. منظورم قصدم از خواستگاری و ارتباط شاگردی و استادیه. چجوری رفتی حرفای منو پروین رو گذاشتی کف دستش؟ کاملا اتفاقی. راستش واسه کار خبرنگاری افتخاری مدرسه گزارش جمع میکنم. بعد رکوردرم سر کلاس روشن گذاشتم و بعد جاش گذاشتم و برگشتم و صدای شما هم توش بود دیگه. البته نگران نباشین، مامانم پا گذاشت رو رکوردر، خورد و خمیرش کرد. گزارش تو گفتی و منم باور کردم. اتفاقی روشن شده بود. آقا خیلی وارد جزئیات نشین. ولی آقا خدای شما به هم نمیایینا. به شما میخوری یه خانم فرهنگی، اهل شعر و طرب و ادب، همچین مرتب. از اینه که تو خونه شمع روشن میکنه و دیوان خیام. دیوان خیام؟ نه نه حافظ. دیوان حافظ؟ آقا کلن دیوان دیگه. نه خواهر من که از دیوار راست بالا میره و از رو آتیش رد میشه. شما شاعری؟ داری منو نصیحت میکنی؟ نه آقا، من کی باشم که شما رو نصیحت کنم؟ ما شاگرد شماییم. ولی متاسفانه حق با توه. البته یکم، خیلی کم، تا حدودی. ضمناً من شبا نمیشینم شمع روشن کنم دیوان بخونم.
تصورات راجع به دبیرای ادبیات از بیخوبون غلطه. دیگه ببخشید فضولی کردم. دیگه نکن. ای براد بابا، براد پسرم کجایی؟ براد بابا آقا بابای بهراده. بهراد آقا اون بچه دست باش خانم چه خبره؟ آقا این بودی افزای باباشو جلب کرده بیاد اردتون. بفرما شد بهران. وای کیسه آقا ریخ آقای بهرامن یه لحظه به من بهرام حالا دستش مهمتره یا دروغه؟ دروغش الان جلو امضا کرده واسه اردو و فردا میره سراغ دست چک کرد پس فردا میره اختلاس میلیاردی میکنه. آره تو هم الان خیلی دست چک داری. همه اینا تقصیر توئه. مگه نگفتی این بچه مدرسه است؟ من هزار بار به تو نگفتم این بچه نره اردو. من بعد کجا میدونستم همش تقصیر منه. تو نمیدونی آقا این لحظه به عرض بنده توجه کنید. تنبیه و توبیخو بذار برای بعد داره من الان اولویت به دست شکسته شه. شکسته؟ نه آقا هنوز معلوم نیستش که ایشالا که چیزی نیست یه گفتگی ساده است. بهراد بابا عزیزم بیایید دستتو به من نشون بده. کجایی بابا؟ بهراد کاری ندارم. بهراد آقای بهرمن نوید بابا نوید کجاست؟ نمیتونیم پیداش کنیم از دست باباش در رفته. بابا من کیسه را دارم میگم. کیسه؟ آره کیسه. کیسه چیزه؟ چیزه؟ بابا کیسه داره میره. کیسه مگه پا داره بره بابا؟ بابا میگم بابا نوید بهراد کاری ندارم. بهراد جل امضا میکنی کلا بردار. آیا بهت نگفتم نره اردو؟ یه بیرون ببینه. بیا همین از بقیهش کو. من که کف دستمو بو نکرده بودم که کیسه برنج هندی اینقدر قیمتی میشه. حالا یه بار تو زندگیمون شانس بهمون رو کرد قیمتی شد. بقیهش کو بابا. بقیهش مون تو اردو دیگه. اردو آقای بود یعنی چی بود نبود میدید ما از کجا کوبیدیم اومدیم تا اینجا؟ شما ملاحظه سن و سال منم بکنید. ببین اینجا تاریخ زدم شمارشم نوشتم از خودم نمیگم که. ببین خانم محترم شرکت برنج بود برای مراسم قرعه کشی یک شعار خاصی داره. کیسه برنج تو بیار جایزه تو ببر. چهار تا عدد و رقم نوشتی رو کاغذ توقع داری من جایزه به شما بدم؟ این که نمیشه. تو مراسم قرعه کشی کلی ناظر و بازرس نشسته بودن. من که نمیتونم خلاف قانونش عمل بکنم یا اینکه بخوام پارتی بازی بکنم. حالا اگه کیسه نباشه چی میشه؟ مجبوریم یه بار دیگه قرعه کشی کنیم برنده رو اعلام کنیم. یعنی چی؟ احتمالشو میدادیم که نفر اول به هر دلیلی پیداش نشه یا ما نتونیم خبرش بکنیم. ما باید یه جایگزین داشته باشیم دیگه. یعنی چی؟ این ماشین حق منه، سهم منه. همه خانواده‌ام هم شاهدن. حالا شما هم نمیشد به جای کیسه برنج تو خود برنج کارت قرعه کشی بذارین؟ ما فکر همه جاشو کردیم. منتها یک سری افراد سودجو از خدا بیخبر در کیسه ها رو باز کردن، کارت ها رو برداشتن، دوباره درشو دوختن و وارد بازار کردن. این دیگه قلوبه. یعنی یه فروشنده که اون همه کیسه برنجو خریده، میاد دونه دونه کارتاشو برمی‌داشته، بعد اون وقت به جاش چی می‌ذاشته؟ به این کار میگن طمع. طمع خانم، آدم طمع زیاده. نگاه به خودتون نکنید. شبونه با خانواده‌هاشون میشستن در کیسه‌ها رو باز میکردن کارتای اصلی رو بر میداشتن جاش کارتای قرعه سوخته قبلی رو میذاشتن. یعنی شما روی من پیرزن رو زمین میزنی دیگه. ای بابا مادر من خانم محترم مادر من. اینقدر واسه من مادر نکن. ببین حالا راهی هست که من این جایزه رو ببرم. شیرینیت هم محفوظه. عمه منظورم که متوجه میشی. حالا راهی هست؟ راه که بله زیاده. چه راهی؟ راهش اون نیستش که شما میگی. من میتونم تا فردا صبح صبر بکنم قبل از مراسم قرعه کشی. کیسه برنج تو برو بگر پیدا کن بیار من جایزه تو میدم. من با تو شوخی دارم.
این همه با هم چک و چونه زدیم، حتی حاضر شدم بهت شیرنی بدم، با هم حرف زدیم، بازم یه کیسه. عمه جون به جای بس بیام بریم خونه تا بابا و نوید کیسه رو بیارن. من فقط دارم به اون فروشنده کلاهبرداری فکر میکنم که کارتای سوخته رو میذاشته. اولین سری کارتا رو از کجا آورده؟ بالاخره که یه بار برنج بدون کارت میمونه. معما طرح میکنی خانم؟ من چه میدونم؟ به نظرم بهش فکر کنید، یه جای کارتون داره میلنگه. آقای نگهبان، آقای نگهبان، بابا چیکار میکنی آقا؟ ببخشید این یک کمی بکنم محکمتر باید بذارین اینا، من گفتم اینو باز بکنم، حالا من بعدا اینو براتون درست میکنم. من تو این کارم، من اردشیرم، بابای نوید. نوید کیه؟ نوید کیه؟ ها بله، شما نوید رو نمیشناسید. امروز یه سری بچه ها رو برده بودن اردو، نوید پسر من هم جز اونا بود. یه چیز خیلی مهمی باش بوده، فکر کنم این قاطی آشغال ماشغال ها انداخته رفته. یه دقیقه شما این در رو باز بکنین، من رفتم تو اونو برداشت. دو ساعت پیش اینجا مانور پاکسازی بوده، همه آتشخالا رو هم بردن. مانور؟ بله. مگه پاکسازی هم مانور داره؟ بله. عکس باید امروز پاکسازی بکنه؟ بله. شما حالت خوبه؟ نه خیر، یه کمی سرما خوردم. خدا ایشالله که زودتر خوب کنه شما رو. من میگم این مانوره شاید خیلی جدی نبوده ها؟ شاید باشه، من اجازه بدیم من برم یه نگاه بندازم، شاید پیدا بکنم ها؟ هر طور میل خودتونه، بفرمایید. دست شما درد نکن بابا، دمت کمی نکن. همینجاست. بله. مطمئنی بابا؟ بله بابا. بجون بابا. کجاست؟ ها؟ بابا اون بالاست، اون بالا. بودو بابا. بودو. ای بابا همینجا بود. همینجا بود. همینجا بله. چی نیست که؟ نیست. نیست؟ ماشین نشستی بلند نیست. مثل روز اول خلقت پاک. یارو گفت چی؟ مانور پاکسازی داره ناره؟ بودو بابا، بودو باید ماشین بازجا پیدا بکنی. بودو بابا. چی شد؟ پیداش کردی؟ بابا اینا بکنن مانور رو خیلی جدی گرفتن و همه رو پاک کردن، هیچی نمونه. اما شما آدرس اینجایی که اینا رو میبرن ندارین پاکسازی ها؟ من یه آدرس بیشتر بلد نیستم، ولی فکر کنم فایده نداشته باشه چون تو الان خمیر شده. آقا شما با اونش کار نداشته باشه. یه آدرس رو بسی اینم جا مونده بود پیشم. این نخه چیز میبندین، این بنده کفش محکم نیست، مفتوح به من خیلی قائم میشه. خودت میتونی انجامش بدی دیگه، فقط این آدرس رو به من بده، من خیلی گیرم. دست درد نکن. سلام. آقا من تمام زندگیم گروه این یارو کیسه برنجه است. جون هرکی دوست داری بذار یه ساعت با اینجا رو بگردیم، پیداش کنیم، میریم رد کار خود. آخه عزیز دلم، دنبال سوزن تو انبار کا میگردی؟ نمیشه که این همه زباله اینجا، تو دنبال یه تیکه کیسه ای؟ آقا من هستم، پسرم از شما هستی، دست میدیم دست هم دیگه، از سه جهت میریم پیداش کنیم. از سه جهت هم بریم پیداش نمیکنیم. از قدیم گفتن عاقبت جوینده چیه؟ یابنده. ما میجوییم تا بیابیم دیگه. پس بیا بریم بجوییم. بله دست شما درد نکنه. شما یه لحظه خودت نگاه کن. بله اینا یه تعداد کارگر بازیاف هستن که دارن تلاش میکنن این زبالا رو از هم تک، کاری که مردم باید تو خونه انجام بدن این زحمت کشا دارن انجام. دست شما درد نکنه. اینا کارگرن، اینا هم مثل شما جوینده هم. انشالله که یابنده. تجربه نشون داده اینا هم هیچی پیدا نمیکنن، انقدر تو این مدت اومدن گشتن دنبال کیسه برنج،
در رو. آقا شما چرا اینقدر فقط نیمه پر لیوانو نگاه میکنی آخه؟ بابا خالی، نیمه خالیه. خالیشه؟ خالیشه و پرشه و چه میدونم آقا، شما همه رو با هم ببین دیگه. بابا چی بگم آخه باز بابا. باشه شما هم برو بگرد پیدا کن. دست شما درد نکنه، دمت کن. کجا؟ فقط وایس اینجوری نمیشه که، باید دستکش ماسک باشه عزیزم. فردا میری مریض میشی میفته گردن ما. خب چشما میشید شما دستکش ماسک هم بگیر. فقط جای نرو وایس تا من بیام. بله باشه، تکون نخور بسر. خب چشم نگاه کن.